اون چه که در دستورالعمل امروز ریاست محترم سازمان آمده این هست که از ظرفیت قانونی در دو بخش استفاده بشه. یکی این که بخش نظارت ها و بازرسی ها رو تشدید بکنیم و اضافه تر بکنیم. ما مراجع متعددی با ما همکاری دارن، مثل سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان صنعت معدن تجارت، دانشگاه علوم پزشکی و امثال اینها، که مقرر شد با دستوری که ریاست محترم قوه قضاییه هم صادر فرمودن که دادستانهای کل کشور همکاری لازم رو با تعزیرات داشته باشن، نسبت به تشدید بازرسی ها و نظارت های بر بازار اقدام بشه و به دنبال اون از ظرفیت قانونی که در مجازات افراد متخلف وجود داره نهایت استفاده بشه. ببینید در قانون مثلا پیش بینی شده در بخش کالا و ارز بین 2 تا 5 برابر میزان ارزش کالای قاچاق شده رو مجازات میکنن و جزای نقدی محکوم میکنن. خب چون اختیار برای قضات هست که از 2 برابر تا 5 برابر استفاده میکنن، تاکید شده که از اون حد اکثر مجازات استفاده بشه برای اینکه متخلفین به اصطلاح با مجازاتی که میشن تحت تاثیر قرار بگیرن و اثر بخش باشیم مجازات. همینطور در بخش گران فروشی، تقلب، کم فروشی، احتکار، مثلا فرض بفرمایید در بخش احتکار قانون پیش بینی کرده علاوه بر اینکه محتکر ملزم میشه به عرضه کالای احتکار شده، به میزان 10% تا 70% ارزش کالا رو میشه او رو جریمه کرد. اون حد اکثر مجازات در نظر گرفته میشه. بله. البته که این نکته ای رو عرض بکنم که بحث قانونی موضوع ضرورت داره که حتما یه تجنظری درش بشه و مجازات های مقدار تغییر بکنه. بله، حالا خب قرار هست که مجازات حد اکثری از این پس اعمال بشه. آقای اصفهانی، به نظر شما نفرات و امکانات این تغییر و تحول هم فراهمه؟ یعنی سازمان تجهیزات حکومتی شعبه های رسیدگی کننده برای مقابله با گران فروشی ها و کم فروشی ها و این احتکار و قاچاق کالا رو داره؟ خب بله، به میزانی که در قانون پیش بینی شده فعلا یه بخش قابل توجهش ترمیم هست. خوشبختانه با اقدام صورت گرفت در ساعت هست ان شاء الله نیاز هم تعمل بشه و جذب بشه تا انشاءالله بتونیم از تمام ظرفیت موجود استفاده.